چیزی نمیذاریم بکشن اینجا. همون هست که خوشم به تو دیوار. با درود به شما بینندگان عزیز برنامه نه به اعدام، من نسرین نامدارپور به همراه همکارم جمیل فرزان این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. مختصری از اخبار هفته گذشته رو تقدیمتون میکنیم. هشدار عفو بین الملل درباره خطر اعدام 5 معترض بازداشت شده در جریان خیزش 1401 رو داریم که سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ضمن هشدار درباره خطر اعدام رضا رسایی یا غلام رضا رسایی، منوچهر مهمان نواز، منصور دهمرده، محمد قبادلو، عباس کورکوری معروف مجاهد کورکور از بازداشت شدگان جریان خیزش زن زندگی آزادی نوشت. حداقل 5 نفر در ایران در ارتباط با قیام زن زندگی آزادی در سال گذشته محکوم به اعدام هستند، در حالی که حداقل 15 نفر دیگر در خطر مجازات اعدام نیز قرار دارند. 8 نفر خودسرانه در پی محاکمات ساختگی و کاملا ناعادلانه اعدام شدند تا کنون. مقامات حقوقی محاکمه عادلانه را به شدت نقض کرده و بسیاری را مورد شکنجه و سایر بدرفتاری ها از جمله ضرب و شتم، شوک الکتریکی و خشونت جنسی قرار دادند. مقامات جمهوری اسلامی دست کم 115 نفر رو در ماه نوامبر اعدام کردند. خطر اعدام تلافی جویانه احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی، گروگانی که در زندان اوین به سر میبره، از خبرهایی که موجب نگرانی نهادهای حقوق بشری و سازمانهای علیه اعدام شده. در این هفته دعوت کردیم از حسن صالحی، سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام، که در رابطه با خطر این اعدام ها با ایشون گفتگویی داشته باشیم. با ما همراه باشید. حسن صالحی، سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام همراه ما هستند. با سلام به شما حسن صالحی، به این برنامه خوش آمدید. خیلی ممنون، درود میگم به شما و همه بینندگان این برنامه. بله آقای صالحی، بعد از رأی دادگاه استیناف سوئد مبنی بر تایید حکم حبس ابد حمید نوری به دلیل مشارکتی که در قتل و کشتار زندانیان در تابستان 67 و دهه 60 داشتن، جمهوری اسلامی به دنبال اقدام انتقام جویانه بوده و گفته که احمد رضا جلالی، یعنی پزشک سوئدی ایرانی که در واقع گروگان گرفتن، رو اعدام میکنه. در این مورد شما چه میدونید؟ برای ما لطف کنید بفرمایید. اجازه بدید قبل از هر چیز من بگم که رأیی که دادگاه استیناف سوئد داد و حکم حبس ابد حمید نوری رو که رأی در واقع دادگاه بدوی بود رو تایید کرد، به نظر من یک موفقیت برای جنبش دادخواهی و یک سرشکستگی بزرگ برای جمهوری اسلامی بود و جا داره که منم به سهم خود همین موفقیت رو به جنبش دادخواهی تبریک بگم. ببینید، این جمهوری اسلامی تلاشه تو پروسه استیناف و به اصطلاح اعاده بر دادرسی و اینها تلاش زیادی کرد که رأی دادگاه رو عوض بکنه و خب هزینه کردن، حتی وکیلای خیلی حرفه‌ای رو پول دادن و به کمک گرفتن و تبلیغات هم زیاد کردن، ولی خب موفق نشدن و
دادگاه استیناف رأی دادگاه بدوی رو یعنی حبس ابد رو تایید کرد و به این ترتیب جمهوری اسلامی و این تلاش های جمهوری اسلامی عقیم ماند، میتونم اینو بگم، و به طور قطع این راه رو باز میکنه برای اینکه ما بتونیم، اولا مستند شده همه چی و راه رو باز میکنه که بتونیم بقیه سران جمهوری اسلامی و عواملی که در کشتار مردم در دورهای مختلف زمانی مشارکت داشتن و به بنا به اون قوانین بین المللی که در سوئد هم هست که حتی میتونه مجرمین رو با اینکه این جرم در سوئد یا این جغرافی های اروپا مثلا اتفاق نیفتاده، جای دیگه اتفاق افتاده، بتونه محاکمه بکنه. خب بعد از این مسئله که رأی دادگاه 19 دسامبر صادر شد و جمهوری اسلامی چند تا کار کرد، یکیش این بود که خب این فیلم اعترافات احمد رضا جلالی رو پخش کرد. احمد رضا جلالی رو حدود 7 سال الان تو زندانه، به دعوت خودشون اصلا یه طورای دانشگاه شیراز دانشگاه تهران دعوتش کرده بودن که بیا در مورد مسائل مختلف رشته ویژه، به صورت دکترای بحران داره در وضعیت‌های فوق‌العاده تحصیل کرده و بیاد سخنرانی بکنه اینها. بعد گرفتنش به اتهام جاسوسی و اینها، حدود 7 سال در زندان و شرایط سختی به سر میبره و حکم اعدام هم بالای سرش هم میشود. و اینا روز 19 هم که حکم صادر شد، روز بعدش دقیقا اومدن یه سری اعترافاتی رو که به زور شکنجه و اجبار اینا از این گرفته بودن پخش کردن که بگن که ایشون گناهکار جاسوس اسرائیله. و تا اعترافات چیزم اون طبعه دیگه سوئد، حبیب چپ رو اگه درست تلفظ کرده باشم، اونم پخش کردن که اعدامش کردن، بدین که رفت ترکیه و اونجا ربودنش، به ایران منتقلش کردن و اعدامش کردن، فعال سیاسی بود. و بعد روز 22 ادهی میرن از عوامل مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی تو دادگاه دیدار میکنن در زندان اوین و به چیز میگن که به احمد رضا جلالی میگن حکم اعدامش به زودی اجرا میشه، تایید شده و فلان اینها. و اونجا هم مقدار صحبت میشه از این که ظاهرا خب جمهوری اسلامی دولت سوئد حمید نوری نگه داشته که بعد گفته میشه که بتونه بعدن با احمد رضا جلالی معاوضه بکنه و جمهوری اسلامی به اصطلاح تحت فشار قرار بده. خب به دنبال همچه اخباری بود که عفو بین‌الملل چه در سوئد و چه در عفو بین‌الملل ایران واکنش نشون دادن، گفتن با خطر جدی اعدام مواجه است و این نگران کننده است، طبعا به شدت نگران کننده است. و ما هم که کمیته بین‌الملل اعدام اطلاعی داد که بالاخره گفتیم دولت سوئد باز منتها تلاش خودش رو بکنه فشار بیاره جمهوری اسلامی و از این مسئله جلوگیری بکنه، از اعدام احمد رضا جلالی. و همینطور اتحادیه اروپا که خب بالاخره اونها هم یه واکنش های نشون دادن، مقاماتی از سازمان ملل یا اتحادیه اروپا واکنش های نشون دادن و اینها. و خدمت رو عرض کنم، حالا این که این بحث معاوضه و اینا هست، این هم یه بحثیه که همه اینا به این گره خورده که خب الان وکلای حمید نوری چه کار میخوان بکنن. یعنی اگر بخوان شکایت بکنن به دادگاه عالی تر، دادگاه عالی سوئد، خب یک پروسه قانونی خودش داره که ممکنه تا چندین ماه طول بکشه و بنابراین اصلا صحبت از معاوضه و اینها الان موضوعیتی نداره. ولی به هر صورت اون چیزی که مسلمه، هر اتفاقی که بیفته هم راستش مسئله اینه که جنایات جمهوری اسلامی مستند شده و اینکه این قتل ها و این اتفاقات افتاده و حمید نوری یک جنایتکاره، یه همه جا ثبت شده و این قبل از هر چیز برای ما مهمه و طبعا ما باید سعی بکنیم که جلوی هر معاوضه ای گرفته بشه. ببینید این سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی کلا از نظر ما محکومه. یه عده رو از شهروندان دو تابعیتی رو میگیره، سوئدی ایرانی، آمریکای ایرانی، آلمانی ایرانی، و اینا رو در زندان نگه میداره و بعد باجگیری میکنه. یعنی یا به هر حال میخواد با یه عده از قاتلین خودشون که در زندانهای مثلا کشورهای دیگه هستن معاوضه بکنه، قبلا هم یه اتفاق افتاده همه خبر دارن. و ما اینو کلن
سیاست ضد انسانی باجگیرانه میدونیم، محکوم میکنم، جامعه جهانی هم میخوایم بگیم محکوم بکنیم. کسی که با جمهوری اسلامی وارد همچین معاملاتی میشه از نظر ما، یعنی اینکه چراغ سبز شما دارین نشون میدین که جمهوری اسلامی اولا در آینده بتونه همچین کارهایی هم بکنه، فردا یه نفر، نوبت یه نفر دیگه میشه به گروگان میگیره و بعد به این ترتیب، و در این حال سهم میذارید بر اعمالش و کردارش و رفتارش، به یه طوری چراغ سبز نشون دادنه که به این اعمال تروریستی و گروگانگیرانه خودش ادامه بده. بنابراین ما از جامعه جهانی میخوام قاطعانه این سیاست رو محکوم بکنن و کاری بکنن با اعمال فشار، با بایکوت جمهوری اسلامی، با بستن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی کاری بکنن که دست از این سیاست بردارن. بله، و اما به دنبال تایید حکم اعدام احمد، حکم اعدام غلام رضا یا رضا رسایی و مجاهد کورکور، این دوتا معترض زندانی که در معرض خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارند، فکر میکنید برای نجات این دو نفر چه کار میشه کرد؟ ببینید این خطر خیلی جدیه به نظرم تو این دو مورد هم هست. البته حرف بین‌الملل سه مورد دیگه هم اشاره کرده بود که حالا شما قبلا هم اشاره کردید خودتون، و کلا من این دو مورد معین خیلی مهم هستن، چون که معمولا اینا وقتی دیوان عالی حکم رو تایید میکنه میرن دنبال اجراش و این اتفاق ممکنه بیفته هر زمانی. ببینید خب تا اونجایی که به این عزیزان برمیگرده، مجاهد کورکور که همه میدونید جمهوری اسلامی مجاهد کورکور رو دستگیر کرد به این دلیل که مثلا ایشون در قتل تیراندازی به اون ماشینی که اون کودک خردسال کشته شد مثلا نقش داشته. و بله، کیان فیرفلک. بله، پیرفلک. و بعدش خانواده ایشون اینو نفی کردن، گفتن آقا ما با چشم خودمون دیدیم که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودن که به ماشین ما تعرض کردن، شلیک کردن، که ما اصلش هم دیدیم برای چه اتفاقی افتاد. بنابراین اونا هیچ گونه گفتن ما شکایتی از همشهری خودمون نداریم، ما میخوایم کسایی که عاملین و مستقیم این جنایت هست رو دستگیر کنیم و محاکمه بشن. خب حالا اینو مجاهد کورکور میخوام خاطر رو اعدام بکنن و تو این مدت هم خیلی اذیتش کردن، راستش شکنجه و اذیت آزار. در مورد رضا رسایی هم همینطور، بالاخره در سالگرد یکی از اقلیت های کشتن یکی از افراد هنرمند و سرشناس اقلیت های مذهبی در یکی از شهرستان های کرمانشاه، یه نفر کشته میشه از مأمور حکومتی و اینا گذاشتن به گردن مثلا غلام رضا یا رضا رسایی و پرونده ساختن، در صورتی که هیچ سندی یا مدرکی که دال بر این باشه که مثلا ایشون این کار کرده. حالا حتی یه اتفاق افتاده بود، ما مخالف اعدامیم در صورت، ولی هیچ سند و چیزی وجود نداره، مدرکی وجود نداره که مرتبط بکنه. چرا؟ فقط چیزی که هر اعترافات اجباری که همه میدونن زیر شکنجه، اینقدر شکنجه میدن زندانی ها رو که مجبور میشن خود یه اعترافاتی دروغ علیه خودشون بکنن. بنابراین اتفاقی که الان افتاده اینه که خوشبختانه خانواده اینا به میدون اومدن. یعنی ببینید نگار کورکور خواهر ایشون اول یک ویدئویی منتشر کرد در صفحه اینستاگرام خودش که خیلی مورد توجه قرار گرفت، بازتاب پیدا کرد، بازپخش شد و اومد و گفت من استمداد میخوام، کمک میخوام، کاری بکنید چون جلوی اعدام برادرم گرفته بشه. بعد مادر ایشون با اون زبان لوری شیرینشون اومد صحبت کرد و خیلی سمپاتی ایجاد کرد و توجه ها رو جلب کرد. و این مادری که میگه روز و شب هم سیاه شده، یعنی با این زبان داره صحبت میکنه، اصلا جگر آدم واقعا آتیش میگیره و مردم واقعا واکنش نشون دادن. و بعدش هم مادر رضا رسایی اومد. این اتفاق بسیار مهمیه که خانواده ها و خود افراد نزدیکانشون هستن، یعنی همه چیز میذارن کنار، فشارها،
چون همیشه جمهوری اسلامی تحت فشارشون میزن میگه سکوت کنید، چون که ما ممکنه یه فرجی حاصل بشه یا یه چیزی بکنیم ممکنه اعدامش نکنه تحت این عنوان. الان خوشبختانه خانواده های اینا خودشون اومدن به میدون، دارن صحبت میکنن مستقیما. الان واقعا در شبکه های اجتماعی حداقل اعتراضات زیادی هست. من فکر میکنم این فضای اعتراضی باز ادامه پیدا بکنه. اگه یادتون باشه تو مسئله سال 98 که ما 3 نفر رو نجات دادیم، بالاخره اعدام نکنه یه هشتگی شد که واقعا مثل بوم صدا داد و اعتراضات زیادی شد، جلوشو گرفتیم و خیلی احتمال هست که با فشار آوردن و اعتراض کردن جلوی اینم بگیریم. خب این فضا باز ادامه پیدا بکنه، به نظر من مردم، نهادهای مردمی در ایران، نهادهای مدافع حقوق کودک، مدافع حقوق زن، نهادهای کارگری، جاهای مختلف، قانون نویسندگان، جاهای مختلف باید بیان و نسبت به این اعدام ها واکنش نشون بدن به طور مشخص. همین 2 مورد رو اگر ما مورد توجه ویژه هم قرار بدیم، یعنی که ما داریم در مورد همه اعدام ها تو ایران صحبت بکنیم، الان اینا خیلی مسئله روز حساس توجه ها بهش معطوفه و ما باید واقعا نیروی متحد خودمون رو وقتی میگیم نه به اعدام اینجا نشون بدیم و کاری بکنیم که جمهوری اسلامی عقب بشینه. و الان هم یه نشانه هایی هست. الان به خانواده فرض کن مجاهد کورکور گفته که خب میتونه بره، باز وکیلش میتونه بره شکایت بکنه، باز دوباره یه بار دیگه اعاده دادرسی بشه و شاید یه تغییر بکنه. خب این معلومه که جمهوری اسلامی تحت فشار باعث شده که یه سری مانورهای حداقل بده، حالا ما نمیدونیم واقعا چیه این مانورها، ولی بالاخره اینطوریه، دست و پاش جمع میکنه. اینا بسیار مهمه. مردم، شما هر جایی که هستید به این فشارها ادامه بدید، صدای بچه ها باشید، اسمشون رو بکنید، هشتگ بزنید، بیانیه بدید، در موردشون ویدیو پخش کنید همه جا و اسمشون رو عکس کنید رو در دیوار شهر و یک فضایی بسازیم که واقعا یه اعتراض میلیونی رو به نمایش بذاره در خیابان، در شبکه‌های اجتماعی و همه جا. و ما میتونیم و باید مدیون این بچه‌هایی هستن که به خاطر آزادی، به خاطر زن زندگی آزادی اینها دارن محاکمه میشن و میخوان اعدام بشن و ما موظف مدیونیم به اونها و باعث نجاتشون بدیم. بله دقیقا همینطور که گفتید، خوشبختانه مشارکت بسیار زیاد بوده توی شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی. واقعا مردم دارن اعتراض میکنن، هشتگ میذارن برای علیه اعدام، نه به اعدام و اعدام نکنید. نام مجاهد کورکور و رضا رسایی بسیار برده میشه. ما هم 2 تا ویدیو رو که مربوط به تقاضای مادر مجاهد کورکور و مادر رضا رسایی هستش رو آماده کردیم، البته که حتما پخش میکنیم. سپاسگزار از شما، امیدوارم که این مشارکت ادامه پیدا کنه و مردم متوقف نشن، به صورت مداوم این اعتراض ها رو ابراز بکنن، شاید که موفق بشیم و این جان این 2 جوان نجات پیدا کنه. سپاسگزار از شما حسن صالحی که در این برنامه شرکت کردید و پاسخگوی سوالات ما بودید. مرسی. مادر غلام رضای رسایی هستم که امروز به دیوان عالی رفتم و حکم اعدام رضا را به من دادم. مدت 1 سال است که از پرونده میگذارد. 1500 برگ پرونده کاغذ دارد. چطور در از یه هفته توانستن اینا بخوانند و حکم ناعادلانه به پسر من بدن؟ و الان این پرونده چند تا براری دارد، چند تا نواقص زیاد داره. پسر من بیگناست و از علم قاضی استفاده کردن. من از مردم ایران میخواهم که زبان مادر رضا و رضا باشم. پسر من بیگناست.
خواهشمندم از رضا دفاع کنید. سلام به دریال گویل، ما مادر مجاز کلتورم کرم بیگناه، هیچ کسی شاکیس نیرو بیگناه، خدا شاهد شو روزم سیاه، کمکم بکنه. خب بینندگان عزیز، دو ویدیو از دو مادر دردمند رضا رسایی و مجاهد کورکور رو با هم دیگه مشاهده کردیم و استمداد اونها برای نجات جان فرزندانشون. صدای مجاهد کورکور و رضا رسایی، این دو جوان بیگناه باشیم و صدای سایر زندانیان دربند که خصوصا در خطر اعدام قرار دارن. با تشکر و سپاس از شما عزیزان که همچنان همراه ما بودید و برنامه رو تا پایان دنبال کردید. راه های تماس رو روی گیرنده هاتون مشاهده می کنید. منتظر گزارش ها و تماس های شما هستیم. تا برنامه دیگر، روزگار خوش.